کرنر بازی برای ایران جوان بوشهر هست کورنری که از سمت چپ دروازه ملوان و ویس حالا ارسال میکنه یه لحظه خروج از علی رزا حیداری. از اون سمت برند تو بهش میاد به زمین ایران جوان ضربه سر رو میزنه شهریار مغانلو بابک مرادی حالا ضربه رو میزنه که اویس کرجان با پای چپ ارسالش انجام میده به دهانه دروازه موقعیت خطرناکی بود که از کنار دروازه به بیس ناراحتی میکنه اینجا صحنه زربه زبیسکایی رو میبینیم که فرستاد توپ رو اوویس کرد جهان و ضربه شعب بزندی جهان کهان سر بالا توپ میبره به سمت راست خشایر زبرجا سبب توپ پشما نوری پاس عالی برای مقانلو آف ساید اعلام میکنه کمک دوم آیه داوود دو زاده مشکوک بود این صحنه دومین آفساید مروانی ها اعتراض پژمان نوری خشایار زبرجه توپو داد به پژمان نوری حالا از این صحنه که خیلی مشخص نیست یه بازیکن اینور سمت چپ پر کرده آفساید رو و یه موقعیت عالی رو گرفتن از ملوانی ها نوری توپ قرار داره حالا ارسالشو انجام میده توپو با یه دست رد میکنه وحید از خرزده یه ضربه خطرناک و باز هم وحید از میدان سنه آسته رو میبینیم اینجا بار اول توپ رو کرد پشت محوطه جریمه با پای چپ ضربش رو زد پوریا غلامی حالا از سمت راست بازی همیشه حمایت کردن از ملوان و واقعا جاشون خالیست در این ورزشگاه یه ضربه خطرناک از عظیم گوک از کنار دروازه به بیرون رفت در میان غفلت مدافعان ایران جوان بوشهر اینجا ضربه کرنری که فرستاده شد با پشت سر زد عظیم گوک اصلا دروازه رو هم ندید بر... جان کوهن ارسال بلندش شهریار مقانلو زربه سر رو میزنه موقع تا پژمان نوری حالا توپش رو خطرناک میفرسته بازیکنان هر دو تیم دارن اعتراض میکنن به داور بازی اما به هر حال تصمیم آقای میرغفاری اینه که بازی باید از کنار دروازه از سر گرفته شده به نظر میرسید که کورنر شده تو پیک پژمان نوری فرستاد به سمت دروازه ایران جوان البته سنه آیسته جزیات کار رو بیشتر نشون خواهد داد میرغفاری اینجا هم صحنه آیسته رو میبینیم ضربه ای که پژمان نوری زد و به حال توپی که به بیرون رفت نیمه اول بدون گل مساوی به پایان میرسه استراتی ضربه ایسکایی رو ببینیم بعد ترکیب ایران جوان رو هم یه بار دیگه خدمتتون معرفی کنم اویس کرجوان پشت توپ قرار داره حالا ارسالش رو انجام میده به تیر یک یه لحظه اشتباه است علیرضا حیدری نفسگیر تیم هم حسین خطیبی است اینجا صحنه آیسته رو می‌بینیم علیرضا حیدری یه لحظه اشتباه کرد نه اصلا توپ به خط حتی نرسید و صاحب توپ اصلا صاحب مایبی هم در کنار زمین هست یرکت خطا از عظیم گوک جیب شد و کارت قرمز کارت قرمز میده به عظیم گوک ده نفره شد ملوان یه صحنه بحث برانگیز اینجا پاس اویس کرد جهان و به حال موقعیتی که بود اونجا کارت قرمز گرفت و دیدنی از علیرضا حیدری که توپ راهی کرنر کرد سرویسکای خطرناک